امروز برای شما عزیزان همراهان کانال علم آموزان یک دعوت بسیار بسیار نورانی رو از سوره اسراء که بالحق و به حقیقت و به درستی یکی از سوره های قدرتمند قرآن هست و آثار عجیبه واقعا اعجاب انگیزی رو داره و اعجاز میکنه برای شما آموزش خواهم داد. این یکی از دعوات یکی از آیه های این سوره هست عزیزان. همونجور که گفتم قرآن سراسر دعوت هست. با من در ادامه همراه باشید تا این دعوت بی نظیر رو که برای هر کاری میتونید در خیر ازش استفاده بکنید رو آموزش ببینید. با نام و یاد حضرت حی، حضرت قدوس، دادار پایدار و با درود و عرض احترام خدمت تک تک شما همراهان کانال در هر کجایی که هستید، با هر رنگ و نژاد و زبان و هر مرام و مذهبی، امیدوارم که تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه، همواره در تندرستی و بهی زندگی بکنید انشالله و همواره دستتون فقط بر درگاه حضرت یزدان بلند بشه و نیازمند کسی نباشید. همواره مطلب رو تکرار کردم برای اینکه درگاه های غیب سریعتر به روحتون باز بشه و به روی خودتون، روحتون و چاکراتون این انرژی رو سریعتر دریافت بکنه. به بزرگترها، به موسپیدان، به کوچکترها احترام بکنید و سرلوحی باشید برای این کار. برای کوچکترها عزیزان، این در متن ایرانیان کهن بوده و متاسفانه این روزهای مقدار کمرنگ شده، باز باید به اون زمان برگردیم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که کانال رو حمایت میکنید با لایک کردن، با سابسکرایب کردن، با اینکه زنگوله کانال رو فعال میکنید، به محض اینکه کلیپ گذاشته میشه میاد و حمایت میکنید و اون رو آموزش میبینید. عزیزان، دو راه برای کمک به کانال هست، همچنین کمک به کانال و همچنین بزرگتر شدن کانال و کسانی هم که واقعا در فضای مجازی دنبال راه خوب و نور میگردن. حالا ما سعی کردیم، همیشه نگفتیم ما بهترین هستیم. شما با لایک کردن، کامنت گذاشتن و با شیر کلیپ های ما در فضاهایی مثل واتساپ و تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک باعث میشید که افرادی که علاقمند به این مسئله هستند به سمت این کانال ها بیان، به سمت کانال های درست، و همچنین باعث میشید با این اعمال الگوریتم یوتیوب این کانال رو برای دیگران هم مفید تشخیص بده، هم کمک میکنه به ما، هم به خودتون هم به دیگران. و یکی از راه‌های کمک آسان و بدون هیچ دغدغه و بدون هیچ نیاز پولی این هست که تبلیغاتی که بر روی کانال ها مرتبا ظاهر میشه اینها رو شما رد نکنید و 30 ثانیه حداقل نگاه بکنید که کمکی هست برای کانال، برای اینکه موضوع مالی کانال یک مقداری بچرخه. و چون کانال ادمین داره و این مسائل در کانال هست، یه مقداری کمک به بنده هم خواهد شد. عزیزانی هم که در خارج میتونن به کانال کمک مالی بکنن از طریق آیدی پیپل که بر روی تصویر ظاهر میشه، میتونن این کمک رو انجام بدن و فکر نکنم حتی چند دلاری، ما نمیگیم این مهم نیست، ولی عزیزان به خودشون بستگی داره. بریم سراغ آموزش. و عزیزان، این کانال بر خودتون هست و این اگر حمایت بشه خواهد ماند این کانال. بسیار خوب عزیزان، این دعوتی که من امروز براتون در نظر گرفتم از آخرین آیه سوره اسراء است. این آیه آخر در اذان‌های قدیمی که آقای آقاتی خدا رحمت بکنه ایشون رو در نور باشند، اولش این آیه رو میخوانن قبل از اذان گفتن. آیه بسیار بسیار قدرتمندی هست و آثار عجیبه در زندگی شما بسیار داره. کسانی که این دعوت رو انجام بدن، ملائک عظیمی از سوره اسراء با اونها همراهی میکنند و چه شما اونها رو ببینید چه نبینید عزیزان، این عزیزان همواره در کنار شما، شما رو از مسائلی واقعا بی نیاز خواهند کرد. و بی نیازی مالی نیست که از اون بالا گنج بندازن عزیزان به دست شما، بی نیازی مالی این هست که شما دستتون جلوی کسی دراز نباشه، شما به رفعت امور خودتون بپردازید و نیازمند کسی هم نباشید. این میشه بی نیازی مالی و به دیگران هم به دستتون برسه بتونید کمک بکنید. خب متاسفانه امروز در
جوامعی که ما زندگی میکنیم، مثل ایران، مثل افغانستان کنونی، مثل تاجیکستان کنونی، عزیزانی که با ما همراه هستن، مثل پاکستان کنونی، حالا عزیزانی که در کشورهای عربی هستن مثل کویت و اینها مشکل مالی ندارن معمولا، شاید هم داشته باشن و این مسائل به دردشون بخوره. عزیزان، این دعوت از ابتدای ماه قمری آغاز میشه. در این دعوت عزیزان به قمر در عقرب توجه بفرمایید. یادتون باشه که قمر در عقرب نباشه. حالا من در ادامه بهتون یه سری چیزها رو خواهم گفت. خب، مطلبی که مهم هست و باید بدونید این هست که این دعوت عزیزان در روز یک شنبه، دو شنبه، پنج شنبه می توانید آغاز نمایید. کی؟ هفته اول. هفته اول، به هفته دوم نباید برسه. از این دعوت مال هفته اول هست، هفته دوم به هیچ وجه نباید این رو برسه، فقط هفته اول. بسیار حالا من بقیه مطلب رو براتون بگم. عزیزان، این عمل بخور دارد. بخور عمل چه هست؟ کندر به اضافه دانه اسپند. اگر هم تونستید مستکی، ولی اگر مستکی خوب نداشتید اشکالی نداره، فقط دانه اسپند و کندر حتما باید داشته باشید. عزیزان، مطلب بعدی که باید بدانید و بسیار بسیار مهم هست عزیزان این هست که شما عزیزان باید حتما لباس سپید استفاده نمایید. یک شالبند سبز رو که من بارها در مورد صحبت کردم در برنامه های گذشته، اون رو برید حتما ببینید. در برنامه گذشته توضیح دادم از شالبند سبز که برای خودتون درست بکنید. در بعضی دعوات این شالبند سبز استفاده میشه. این رو حتما و حتما در این دعوت لازم هست، توضیح اضافه نمیدم. برید اونجا رو نگاه بکنید. در برنامه گذشته رو حتما، کلیپ های گذشته رو حتما برید نگاه بکنید، در اونجا هست. بسیار خوب، مطلب بعدی که باید بدونید عزیزان، این عمل نیاز به خط مندل دارد. این عمل نیاز به تحسین، حالا تحسین یادتون نره، ورود و خروج دارد. این عمل حتما اسراف دارد، یادتون نره. در مورد اسراف هم زیاد صحبت کردم و حالا امشب یه مقدار توضیح میدم. اسراف عزیزان، اونهایی که تازه با کانال آشنا شدن، اسراف رو یادتون نره. سوره زلزال را عزیزانی که خب کارشون اینه، اونها میدونن باید سه مرتبه بخونن. عزیزانی هم که به تازگی این کار رو میخوان شروع بکنن، مراحل رو گذروندن، تازه میخوان، ولی دعوتشون هست، 7 یا 21 مرتبه، دیگه خودتون میدونید، 7 مرتبه رو حداقل باید بخونید. به کلمه اشتاتن که رسیدید، هر جفتشون، چه 3 مرتبه، چه 7 مرتبه، 21 مرتبه، اشتاتن که رسیده، 7 مرتبه تکرار میکنید کلمه اشتاتن رو. بعد اینکه 7 مرتبه تکرار کردید، میگید که ای عمار این منزل، عمار این اتاق، عمار این مکان، از این مکان خارج شوید، در کار من فساد نکنید. بعد از اتمام عمل دوباره به مکان بازگردید، به حق حالا یا ملک تارش یا بالاخره این مسائلی که خودتون میدونید، و میتونید بگید مثلا به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم، و خب اسم ملک بزرگ، بسیار بزرگ بارشون هم ملک تارش هست. بسیار خوب، مطلب بعدی که باید حتما بدانید عزیزان این هست که این عمل 2 قسم دارد. قسم اول بعد از نمازها، بعد از نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. مسئله دوم هم که نیمه شب هست. من اول مطلب نماز رو میگم بعد از نماز. یکی از مطالبی که دوستان و عزیزان هی مرتبا از من میپرسن
این هست که مثلا یک دعوتی به ما بگید که سریع انجام. عزیزان ما دعوتی رو نداریم که سریع انجام بشه. شما زمانی که عامل هستید خب با نصف روز انجام عمل اون خواستتون حاصل میشه. وقتی عامل نیستید، عاملیتی ندارید، شما با زحمت بکشید، 2 چله، 3 چله، 5 چله، 1 بس دیگه داره. خیلی مستعد باشید چله اول، ولی بعضی هستن واقعا 10 چله هم میشینن. امروز بنده به یکی از دوستان پاسخ میدادم، ایشون از عزیزان هموطن کرد ما هستن، که پرسیدند بنده میخوام دعوت انجام بدم منتها ضعیف هستم. دوستان بنده در کانال پلیلیست هایی دارم، این پلیلیست ها عزیزان باید شما برید درش کنکاش بکنید. من بار اول گفتم ابتدا پاکسازی ها، پاکسازی خود و مکان، بعد از اون ختوم بالا بردن روحانیت ها، بعد از اون هم دعوت. شما این گونه نیست که به بسم الله هنوز هیچ کار نکردید برید بشین دعوت کنید، اون نتیجه نمیرسید عزیزان، این رو بدانید. بعد من در یک موضوع یک برنامه نذاشتم، شاید در این مورد دعوت 100 تا من کلیپ گذاشتم، خب شما یکیش رو نمیرید نگاه بکنید و این بجای تأسف داره. ای کاش این امکانات برای ما هم فراهم بود واقعا. چیزی که مفت به دست بیاد بی ارزش میشه عزیزان. اگر برای هر دعوت شما بنده بگم که 10 میلیون تومان بدید من یک دعوت بهتون بدم، براتون خیلی خیلی ارزشمند میشه و دنبال من میدوید، ولی چون رایگان همه چیز در اختیار شماست، شما بی اعتنا هستید و هیچ ارزشی هم براتون نداره. اما اینکه شما یک مطلبی رو ارزش براش قائل بشید، برای این کانال ارزش قائل بشید، شما از یک لایک دریغ میکنید، بعد میخواید که برید و هنر آموز بشید، علم آموز بشید و مطالبی که میذارم براش ارزش قائل بشید. والله بالله شاید در این کانال من 10 نفر رو نمیبینم که علاقمند و ارزش قائل باشن. چرا؟ به خاطر اینکه مفت همه چیز رو ما خدمت شما ارائه میدیم. و این رو یادتون نره عزیزان، کلیپ های ما هر کدومش خودش یه گنجینه است. وقتی که شما ارزش قائل نیستید یه کلیپ رو نگاه بکنید، بعد میاد مرتبا میپرسه صلوات چیه، اون یکی چیه. خب عزیزان ما در کلیپ های مختلف گفتیم، شما نمیرید ببینید، بعد میاد از من میپرسید، خب جواب بهتون نمیدم. چرا؟ چون تو 100 تا کانال 100 تا کلیپ من اینو توضیح دادم. پس لطفاً ارزش قائل بشید برای اول خودتون. بسیار خب، بعد از نماز عزیزان که گفتم نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، شما وقتی نمازتون تموم شد، خانوم ها عزیزان، خانوم ها در این ایام که نماز برای نماز نمیتونن، زمان نمازشون که رسید که نمیتونن نماز بخونن، میتونن عمل رو انجام بدن عزیزان و این رو در ذهن داشته باشه. بسیار خوب، مطلبی که باید بعد از نماز بگید، اول باید 21 مرتبه سر به سجده ذکر یونسیه بگویید، بعد سرتون رو از سجده بر میداره 40 مرتبه میگویید، 40 مرتبه میگویید تبارک الذی بیدیه الملک و هو علی کل شیء قدیر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. عزیزان این که آیه اول سوره ملک است، تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، این دست آیه اول سوره ملک، بعدیش هم که استغفار است، پشت سر همین رو میگید. این از پشت نماز شما که پشت نمازتون این رو باید بگید. مطلب بعدی در بعد از عشا و نیمه شبه، که حالا از ساعت 10 شب یا 11 شب دیگه خودتون میدون، از یه ساعتی که به ساعت 3-3:30 شب نرسه، وقت اذان هست و اذان رو بگن و کل عملتون به باد بره. خب عملی که باید بگید، ابتدا اولا من گفتم که حتما باید مکان خاص داشته باشید، حتما مکان خاص، مکان خاص رو حتما هست عزیزان. از شمع استفاده کنید، به هیچ وجه نور موبایل، خود موبایل،
لامپ های الکتریکی و الکترونیکی، عزیزان استفاده ننمایید. من جو قرمز نوشتم تو ذهنتون بمونه. فقط و فقط شم عزیزان، فقط و فقط شم. اینجایی که در اتاق نشستید و خط منظرتون هست، اینجا یک شم یا مثلا سه شم، حالا خودتون میدونید. جای نشستن شما این قسمته، اینجا هم جای بخور شما سه زغال قالبی یا دو تا زغال قالبی بسته به خودتون داره. بخوراتی هم که من گفتم یه مقداری با هم میکوبید، با هم اینها رو بکوبید، کندر یه مقدار حالت چیز چسبندگی داره و اون رو قشنگ میتونید گلوله گلوله درست بکنید، ریز ریز کم کم بندازید رو آتیش، زیاد نندازید که تمام اتاقتون دود بکنه و ریاهاتون رو دچار مشکل بکنه. بسیار خوب، چاقوتون رو هم که عزیزان چیز کردید لبش به این سمت باشه. این هم از این انگشترتون هم که عرض کردم، و انگشترتون هم دستتون باشه عزیزان، انگشتر کریستال هاتون بسیار بهتون کمک میکنه. بسیار خوب، ابتدا 14 صلوات مخصوص، بعد این که گفتم عمل اسراف و تحسین اینهاتون رو انجام دادید و وارد شدید، خطوتون کشیدید و چاقوتون رو گذاشتید، همه کارتون رو انجام دادید، اول 14 صلوات مخصوص داره عزیزان که باید بگید، بعد یک مرتبه عزیزان سوره چی میخونید؟ الملک. بعد یک بار سوره الملک خوندید عزیزان، باید 21 مرتبه استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الی این رو بگید. بعد از اون عزیزان من بقیش رو بالا می نویسم. بعد از اینکه این رو گفتید، بعد از اون سوره چی می خونید عزیزان؟ یاسین. احسن بر شما. سوره یاسین 7 مبین داره عزیزان. در هر مبینش که رسیدید، این آیهی که گفتم آیه شماره 111 یا آیه آخر سوره اسراء، این آیه رو عزیزان میبایست هر مبین که رسیدید این آیه رو باید 72 مرتبه یا 40 مرتبه، بستگی به خودتون داره، اینها با هم فرق میکنه. 72 مرتبه بگید کدش عوض میشه و عزیزان دیگری تشریف میارن، 40 مرتبه بگید عزیزان دیگه، بسته به خودتون داره، یا 40 مرتبه یا 72 مرتبه. بعد از این که 40 یا 72 مرتبه تون تموم شد عزیزان، باید این دعایی که میگم رو باید بگید. اللهم یا عظیمو یا کریمو یا نعیمو یا فتاحو یا مفتحو یا مفرجو یا نورو یا منورو یا فائلو یا دائم. اللهم اللهم به عظمتک و به حق جلالک یا مفرج الابواب افتح لی ابواب غیبک. اینجا که گفتید ابواب غیبک، باید به زبان پارسی، همون زبانی خودتون دارید، بگید همنشینی، اینجا همنشینی یا همدمی برای من نام و نام مادرتان، یادتون نره حتما نام مادرتان رو بگویید، از سوره اسراء قرار بده به حق. اینجا که گفتید لی ابواب غیبه که، هم نشینی برای بنده نام نام مادرتون، از سوره اسراء، از ملائک سوره اسراء، از ملائکت الله سوره اسراء، اینجا بمیسم که قرار بده به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. تمام. اللهم یا عظیم یا کریم یا نعیم یا فتاح یا مفتح یا مفرج یا نور یا منور یا فاعل یا دائم. اللهم به حق عظمتک و حق جلالک یا مفرج الابواب افتح لی ابواب غیبک. بعد اینجا میگید همنشینی از ملائکت الله سوره اسراء
برای بنده نام مادر، نام خودتون رو میگید، نام مادرتون رو میگید، قرار بده به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. عزیزان این رو یک مرتبه یا سه مرتبه دیگه خودتون میدونید، فرقی نداره. 40 مرتبه گفتید، یه مرتبه، 72 مرتبه گفتید، عزیزان سه مرتبه. بعد زمانی که عملتون تمام شد و از شب، این رو من بگم، از شب حالا 17 به بعد، از شب 17 به بعد، عزیزان نورهایی و صداهایی از بالای سر شما ظاهر می شود. ممکنه عزیزان رو نبینید، فقط نور ببینید، از بالا سر میان و انشالله صداهاشون، صدای این عزیزان مثل این صدای دوبلورها هست که صدای پرتنین و کلوفتی دارن و بسیار بسیار شما رو میبرن اصلا به فضا، اون حالت آرامشی که در شما ظاهر میشه و بوهایی که در اطراف میاد. صحبت نمی کنید، عملتون تموم شد، اون موقع اگر بودند و صحبت کردند شما بعد صحبت میکنید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بارک الله فیکم و علیکم، بعد به شما میگن، بعد عهدتون رو میبنید. در مورد عهد هم در برنامه های گذشته صحبت کردم، حتما اون کلیپ رو برید ببینید عزیزان. انشالله که این کار و این دعوت رو به نتیجه برسونید. طول این دعوت هم عزیزان 40 روز میباشد به امید خدا. از هر شبی که عهد رو بستید از فرداش نمیخواد عمل رو انجام بدید، منتها زکات عمل رو و اینها رو بهتون میگن که باید چی کار بکنید. عزیزان، عزیزان کانال رو بسیار حمایت بکنید و کانال به حمایت شما نیاز داره، با راههایی که در ابتدای برنامه بهتون گفتم و بارها تکرار کردم، و انشالله حمایت بکنید که این کانال راهش رو برای همیشه بتونه ادامه بده و حق حی قدوس و ما هم در خدمت شما بتونیم باشیم. من هم برای شما دعا میکنم که انشالله به پیروزی برسید و شما برای بنده دعا بکنید و تا برنامه و آموزش دیگر فقط دستتون جلوی حضرت حق دراز باشه ولا غیر، و دادار پایدار یارو یاورتون.